برای آزادی سلام برابکس، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. موضوع این ویدیو برمیگره به حقایق و تئوری هایی درباره سریال ونزدی که مطمئنم خیلیاتون دیدید و کلا خیلی سریال باحال و دوست داشتنی شد تو همین یکی دو هفته و خیلی هستن که طرفدار دو آتیشه‌شن و کلا از اون سریال هایی بود که کل دنیا رو تکوند. اما مطمئنن این سریال همینطوری خشک و خالی نمیانه و خیلی تئوری و حقایق و چیزای مختلف داخلشونه و یکی مثل بنده باید اینا رو به شما بگه و حقایق و تئوری هاشو فاش کنه. متاسفانه زیاد وقتتون رو نمیگیرم، فقط بگم که اگه به چیزای ترسناک و کلا اینجور چیزا علاقه دارید میتونید کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو لایک کنید که به افرادی بیشتری نمایشه بشه. خیلی ممنون، بریم برای ویدیو. اولش چیزای کلی دربارش میگم و بعد میریم سراغ تئوریاش. قبلش باید بگم که هفته اولی که این سریال اومد تونست 341 میلیون ساعت توسط بیننده دیده بشه که خیلی عدد زیادیه حقیقتا، و جنا همون که بازیگر نقش ونزدی بود برای این سریال مجبور شد که خیلی مهارت‌ها یاد بگیره، مثل زدن ساز چلو، شمشیر بازی کنه، قایق سواری یاد بگیره، تیر و کمان یاد بگیره و رقص معروفش رو یاد بگیره که همون رقصش، همون تیکه‌ای که میرقصه خیلی ترند شد. و شنیدم که خواستم وقتی اون رقصه رو رکورد کنن ونزده یا همون جنا کرونا داشته، زیادم وقت نداشتم برای رکورد این تیکه و ونزده سریع چند تا رقص رو با هم دیگه ترکیب میکنه و چیزی که دارید میبینید و اجرا میکنه. باید بگم که کد مخفیانه ورود به جامعه نایت شیت ها هم همون دوتا بشکنه که توی فیلم اصلی ونزدی که در اصل اسمش ونزدی نبود و اسم فیلم خانواده آدامز بودم هست. و اما قضیه دست، همون دستی که همیشه همراه ونزدی بود، خیلی ها فکر میکردن که این دست جلوه های ویژه، اما باید بگم که این دست جلوه ویژه نبود و اینکه این دست یک بازیگر جدا داشت برای خودش که نقش این دسته رو بازی میکرد. اما بریم کم کم سراغ تئوری های سریال ونزدی. اگه یادتون باشه یکی به ونزدی پیام میده که حواسم بهت هست و از اینجور حرفا، و فکر کنم اون قسمت هم دیدید که توی قسمت 6 ونزدی یک جعبه پیدا میکنه که پایینش یه سری عکس از خودش بوده که همون طرفه گرفته و یکی از اون عکس ها خیلی مهم بود و اون عکسی که اون شبه وقتی که تایلر اومده بود دنبال اینت و ونزدی و همون شبی که هاید به ظاهر تایلر رو زخمی میکنه. اگه توجه کنید توی همون لحظه زیویر میاد که یعنی زیویر اونجا بوده و داشته اینا رو کلا میپاییده و تنها کسی که شماره ونزدی رو داشته زیویره، چون که اصلا گوشی رو خودش به ونزدی کادو داده. اما خب خودش تو اون عکسه هست، پس یعنی اینکه زیویر یک همدست داره که این عکس‌ها رو بگیره و برای زیویر بعد بفرسته که خود زیویر یه جورای بیگناه جلوه داده بشه. اما خب بعضی‌ها میگن تایلر نیست، باید بگم که نه، چون که همون لحظه‌ای که پیام واسه ونزدی اومد تایلر رو کلاً زنجیر بسته بودن و داشتن می‌بردن. سوالی که الان مطمئنم مغز خیلیاتون رو درگیر کرده اینه که پس همدست زیویر کیه؟ میتونه همدست زیویر بیانکا باشه، چون که از اون اولش هم ونزدی حال نمیگه. یکی از عکسایی که طرف واسه ونزدی فرستاده بود همون عکسی بود که ونزدی داخل کافه ودرین بود، اگه یادتون باشه. توی همون روز اینه یه دونه شال به ونزدی میده و ونزدی اون شال رو میبره به کافه ودرین و عمدن اونجا جا میذارتش. یه کتاب هم دست ونزدی بود. اگه به زاویه‌ای که عکس گرفته شده نگاه کنی دقیقاً همون زاویه‌ای که بیانکا توی شب نشسته بود که با یه پسره قرار داشت. شال هم که خود بیانکا به اینه داده بود که بده به ونزدی. توی آخرهای قسمت هشتم وقتی که زیویر داشت گوشی رو میداد به ونزدی، دقیقا همون لحظه که عکس گرفته شد بیانکا هم دقیقا توی همون لحظه همونجا بوده. شاید زیویر بهش گفته که عکس بگیره و بعد واسهش بفرسته. تازه بیانکا با قدرتی که داره میتونه کاری بکنه که زیویر قانع بشه که ونزدی رو اذیت کنه.
آقا ولی قبلش توی کامنت بنویسید که حد می‌زنید داخل فصل دو چه اتفاقاتی میفته. حالا این زرایی که خودم زدم هنوز خودم فصل یک رو ندیدم، یعنی اصلا شروعش نکردم، مثلا همین امشب میخوام شروع کنم. خب برعکس این بود از ویدیوی امروز، خیلی ممنون که تا اینجا دیدید. اما قبل از هر کاری داخل کامنت بنویسید که چه اتفاقی میفته توی فصل دوم به صورت حدس. و بعدش باید بگم که اگه به چیزای ترسناک و تئوری از این جور چیزا علاقه دارید، خیلی ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید، این ویدیو هم لایک کنید و اگه دوست داشتید واسه رفیقاتون بفرستید. خیلی ممنون، عشقای منی، تا ویدیوی بعد، فعلا خدافظ.